به کلاس درس ما خوش اومدید. اگه یادتون باشه ما توی جلسات مختلف داریم با تابع بیشتر آشنا میشیم. توی جلسات قبل دامنه، برد، انواع مختلف نمایش های تابع رو نشون دادیم، با هم کار کردیم بهتر بگم. حالا این جلسه همونطوری که من دارم روی این تخته سیاه مینویسم میخوایم با هم با تابع یک به یک آشنا بشیم. تابع انواع مختلفی داره که یکی از این انواع تابع یک به یک، در واقع تابع یک به یک یکی از انواع تابع است. حالا این تابع یک به یک یعنی چی؟ برمیگردیم به همون نمایش معروف تابعمون که نمایش جعبه سیاه بود. خب تابع F رو من به صورت یه جعبه سیاه نشون میدم که X رو میگیره و خروجی FX. خب خروجی های X، خروجی های FX. حالا اگه این تابع یک به یک باشه و یک خروجی fx یکی داشته باشه که من اینجا اسمشو میذارم 5، میدونم این fx یک تنها و تنها و تنها و تنها روی این تنها من خیلی تاکید دارم در اثر یک ورودی میتونه باشه. اگر مثلا این x یک دو باشه، یعنی این تابع دو رو گرفته یه سری کارا روش کرده که ما فعلا نمیدونیم چیه و 5 رو داده بیرون، ما هر ورودی دیگه به تابع بدیم غیر از 2 5 نمیده بیرون. حالا میتونید تلاش بکنید یه تابع یک به یک بعدا یه ضابطش رو میدم به شما. شما غیر از اون ورودی که یک خروجی خاص رو تولید میکنه هر ورودی دیگه بدید اون خروجی رو تولید. تابع یک به یک برای تولید یک خروجی تنها یک فرصت به شما میده، اونم که ورودی خودش رو بهش بدید. خب حالا این معرفی هنرمندانه تابع یک به یک رو که بگذاریم، من میخوام بهتون نشون بدم که این تعریفی کردیم و میتونیم از روی منحنی نمایش تابع روی محور مختصات و از روی نمودار ونم خیلی راحت بفهمیم. اول ما نمودار ون شروع. یه نمودار ون در نظر بگیرید که دامنش چی بود؟ مجموعه سمت چپش. اعداد 1 و 2 و 3 هستن. بذارید من یه مقدار من توی شکل کشیدم کندم اینجا، ببخشید چون مسلم بدید ولی اگه رو کاغذ بود سر بودم. 1 2 3. حالا بردش که همون مجموعه سمت راست بودن، اعداد 10 و 11 و 12. من خیلی سرعتم زیاده، اصرارم دارم دو رقمی بگم که سرعتم کمتر هم بشه. خب این تابع عجیب غریب دو رو میگیره تبدیل به 10 میکنه، 1 رو میگیره تبدیل به 12 میکنه، 3 هم میگیره تبدیل به 11 میکنه. خب من میخوام بگم این تابع یک به یک. چرا؟ چون یکی از خروجیاش در نظر بگیر مثلا 10، این 10 فقط با دادن عدد 2 تولید میشه. من عدد 1 یا 3 رو اگه بهش بدم 10 تولید نمیشه. شما 10 رو فقط میتونید با 2 تولید بکنید. خب ولی این شرط برای تمام خروجی های این تابع یک به یک برقراره. یعنی من 11 هم فقط میتونم با دادن ورودی خودش که 3 تولید و 12 هم فقط میتونم با 1 تولید بکنم. هر ورودی دیگه غیر از 1 به این تابع بدم من خروجی 12 نمیگیرم. در واقع یه جوری باید بگم خروجی های تابع یک به یک خروجی های وفاداری هم فقط از ورودی خودشون تولید میشن. خب میریم سراغ نمودار. من نمودار تابع ایگرگ مساوی ایکس 2 رو تلاش میکنم به صورت واضحی اینجا بکشم. خیلی دارم تلاش میکنم ولی میدونم خیلی واضح نشد، شما ببخشید. خب این نمایش کج و معوج تابع، من این ایگرگ رو نباید به کار برم، ببخشید شما رو یه ذره کشم با همون اف ایکس خودم، تابع اف ایکس مساوی ایکس دو. خب من میگم این تابع یک به یک نیست. چرا؟ خیلی راحت براتون یه مثال عددی میزنم ثابت کنم. فرض
کنید خروج یکی از خروجی های این تابه رو در نظر میگیرم مثل چهار. چهار رو از یک ورودی مشخص تولید میشه. اگه من فقط یک ورودی به این تابه بدم ورودی چهار رو میگیرم، یا ورودی بیشتر از یه دونه ورودی هم اگه بگم اگه بدم به تابه چهار رو میگیرم. میدونیم که هم دو به توان دو مساوی چهار میشه، هم منفی دو به توان دو مساوی چهار میشه. پس من اگه یک خط از چهار موازی محور x ها بکشم، تابه رو هم در نقطه ای با x مساوی دو قطع میکنه، هم در نقطه ای با x مساوی منفی دو. نقطه اول x مساوی دو رو ببینید و نقطه بعد x مساوی منفی دو. پس دیدید اینجوری نیست که من اگر و فقط اگر دو به تابه بدم چهار ایجاد میشه، نه، منفی دو هم به تابه بدم چهار ایجاد میشه. این تابه یک به یک نیست، چون در یک خروجی میتونه در اثر دادن بیش از یک ورودی تولید بشه. یعنی من اگه چهار داشته باشم میتونه ورودیم دو بوده باشه، میتونه منفی دو بوده باشه. خب ولی میخوام نمودار یه تابه یک به یک هم براتون بکشم. تلاش میکنم یه نمودار یک به یک براتون بکشم. خب این نمایش رو نگاه بکنید. من میخوام ادعا بکنم این تابه یک به یک. چرا؟ چون هر ایگرگش تنها و تنها در اثر دادن یک ایکس تولید میشه. چرا این ادعا رو میکنم؟ چون اگه خطی که دارای اون ایگرگ باشه، دارای اون اف ایکس باشه ببخشید، من بکشم، منحنی تابه رو تنها و تنها در یک نقطه قطع میکنم. یعنی اون اف ایکس تنها و تنها از اون ایکس تولید میشه و شما هر ایکس دیگه ای به اون تابه بدید اون اف ایکس تولید. مثلا فرض کنید نقطه اول ایگرگش یک، اف ایکسش یکه ببخشید، و من در نظر میگیرم که ایکسش هم یکه. شما خروجی یک رو تنها در صورتی از تابه میگیرید که ورودی یک بهش داده باشید. در هیچ صورت دیگه غیر از دادن ورودی یک شما خروجی یک نمیگیرید. خب پس یه روش کلی ما پیدا کردیم. اگر ما منحنی نمایش یک تابه رو داشته باشیم و ایگرگی بتونیم ببخشید اف ایکسی بتونیم پیدا بکنیم که دو تا ورودی اون اف ایکس رو تولید بکنن، این تابه یک به یک نیست. در واقع اگر یک خط موازی محور ایکس ها که در واقع نمایش دهنده یک اف ایکس خاصه تابه رو در دو نقطه قطع بکنه، اون خط نشون میده، ثابت میکنه که این تابه یک به یک. من اینجا اینو می نویسم یادتون باشه. هر خط افقی موازی محور ایکس ها تنها باید نمایش نمودار تابه رو در یک نقطه قطع بکنه که اون تابه یک به یک باشه. من یه نکته یادم رفت سر نمودار ون بگم، اینجا سریع بهتون میگم. توی نمایش نمودار ون، برگشتم به نمودار ون، اگر شما بخواید بگید خب من چجوری میفهمم این تابه یک به یک نیست، فرض کنید این عدد، اون خطی که 3 رو به 11 تبدیل میکرد 3 رو به 11 تبدیل نمیکرد. من این آبی مثلا یعنی خط زدم و به جای 3 رو به 10 تبدیل میکرد، نظرتون این تابه یک به یک بود؟ من میگم نه. چرا؟ چون 10 رو من میتونم در اثر دادن دوتا ورودی مختلف تولید بکنم. میتونم 2 به تابه بدم 10 بگیرم، میتونم 3 به تابه بدم 10 بگیرم. پس یک ورودی به ازای یک، ببخشید، یک خروجی به ازای یک ورودی تولید نشده، بلکه یک خروجی به ازای دو تا ورودی تولید شده. از همین جمله من با معنا بودن اصطلاح یک به یک امیدوارم برداشت کرده باشید. یک خروجی تنها به ازای یک ورودی. این شعار این جلسه ما. تا جلسه بعد بیشتر با تابه یک به یک و مفهومش آشنا بشید. فعلا خدافظ.